لیبراسیون. جواد ظریف و قاسم سلیمانی دروی یک سکه و ابزاری در دست خامنه ای هستند. استقبال کنسولگری آمریکا در مونیخ از نامگذاری تروریستی حزب الله لبنان توسط پاراگوئه. گزارش سالانه جدید وزارت خارجه آمریکا از چشم‌انداز برنامه اتمی رژیم ایران. لیبراسیون به نقل از یک پژوهشگر فرانسوی می‌نویسد جواد ظریف و قاسم سلیمانی دروی یک سکه و ابزاری در دست خامنه‌ای هستند. این پژوهشگر گفته است خامنه‌ای هر دوی آنها را در سمت‌هایشان نگه داشته است تا خود بتواند همچنان به بازی کردن نقش داور ادامه دهد. کنسولگری آمریکا در مونیخ از نامگذاری تروریستی حزب الله لبنان توسط پاراگوئه استقبال کرد. در پیام این کنسولگری آمده است جهان حزب الله لبنان را به عنوان یک سازمان تروریستی برای پیشبرد برنامه‌های مخرب رژیم ایران می‌شناسد. وزیر خارجه پومپئو لیست‌گذاری حزب الله توسط پاراگوئه به عنوان یک سازمان تروریستی را تحسین می‌کند. تصاویر تظاهرات و اعتراض ایرانیان و اشرف نشان‌ها علیه حضور ظریف در پاریس مورد توجه خبرگزاری‌های بین‌المللی قرار گرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد تظاهرات شورای ملی مقاومت ایران علیه حضور جواد ظریف در فرانسه در میدان تروکادرو پاریس برگزار شد. آسوشیتد پرس افزود در بنر تظاهر کنندگان نوشته شده است ظریف برو گم شو و ظریف حامی اعدام ها و تروریسم را اخراج کنید. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در میدان تروکادرو در پاریس تظاهرات کردند تا علیه دیدار جواد ظریف اعتراض کنند. آژانس عکس خبرگزاری فرانسه گتی ایمیج نیز تصاویری از تظاهرات هواداران مقاومت ایران علیه حضور ظریف وزیر خارجه دیکتاتوری فاشیستی آخوندی در پاریس مخابره کرد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود با عنوان پایبندی به توافقنامه‌ها و تعهدات در زمینه‌های کنترل تسلیحاتی، منع اشاعه و توافقنامه‌ها که به کنگره ارائه داده درباره برنامه اتمی رژیم اعلام کرد، رژیم ایران دانشمندان هسته‌ای خود را که قبل از سال 2004 در برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای فعال بودند، در سازمان‌های دیگری به کار گمارده است که می‌تواند کاربرد دوگانه هسته‌ای نظامی داشته باشد. یکی از این سازمان‌ها سازمان پژوهش‌های دفاعی و نوآوری رژیم ایران است. این گزارش می‌افزاید آمریکا دوم فروردین سال جاری 31 نهاد و شخص مرتبط با سازمان پژوهش‌های دفاعی و نوآوری رژیم ایران را تحریم کرده است. رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به اینکه سالانه در جاده‌های مواصلاتی 15000 نفر جان خود را از دست می‌دهند گفت بر این اساس روزانه 50 نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست می‌دهند. اسماعیل نجار که در تبریز سخنرانی می‌کرد افزود بر اساس آمار ملی سالانه در سوانح ترافیکی با مسمومیت 250000 نفر روبرو هستیم که اگر تنها 10% از این افراد با معلولیت روبرو شوند در این صورت سالانه 25000 نفر به معلولین کشور اضافه می‌شود. جنگنده‌های رژیم جنایتکار اسد و روسیه شماری از کلینیک‌ها، مراکز درمانی و مدارس در ادلب را مورد حمله قرار دادند. در جریان این حمله، 6 کلینیک و مرکز درمانی که با پشتیبانی آلمان در منطقه اداره می‌شود نیز آسیب دیده یا کاملاً تخریب شدند. سازمان ملل متحد در گزارش‌هایی که از اوضاع ادلب منتشر کرده، از حمله گسترده نیروهای نظامی روسیه و سوریه به مدارس و بیمارستان‌های ادلب خبر داده است.